تصور این که سیاست میدان آرمان خواهی است تصور درستی نیست. بله شما ممکنه که ترجیحاتی داشته باشید، بگید آقا من N تا کاندیدا دارم، اینا رو به ترتیب اولویت و ترجیحاتم ردیف میکنم، ولی در صحنه سیاسی شما گاهی اوقات رأی ندارید، گاهی اوقات رأیتون کمه، گاهی اوقات میخواید ائتلاف بکنید. هر ببینید این اصلا کاندید نیابتی نه معنی نداره. آقای دکتر روحانی کاندید نیابتی نبود، آقای دکتر روحانی رو ما تصمیم گرفتیم حمایت بکنیم در بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی. یه توافق بین آقای مرحوم آقای هاشمی و آقای خاتمی صورت گرفت که نیابتی یعنی چی. سیاست عرصه در واقع مدیریت کردن قدرت با امکانات واقعی. گاهی اوقات هست که ما میتونیم یک کاندید برتر داشته باشیم، رأی در مردم داشته باشه، مردم رو بسیج بکنه، نیازی هم به ائتلاف با هیچ گروه دیگری نداشته باشیم، این اولویت ماست. ولی در یه مقاطعی هم ممکنه شرایط طوری محدود باشه که شما برید در واقع با گروه های دیگه ائتلاف بکنید، یا خطراتی وجود داشته باشه با یه بخشی از ائتلافی بر اساس برای دفع خطر ائتلاف بکنید. این مسائل ببینید، من خواهش میکنم دوستانمون ضمن احترام ویژه‌ای که برای بخش روشنفکری اصلاح طلبا دارم و معتقدم اونها باید همچنان ایده پردازی بکنن، افکار بلندی رو ارائه بکنن، راهکارهایی رو ارائه بکنن، ولی هیچ وقت نباید سیاست مداران اصلاح طلب خودشون رو اسیر آرمانهای روشنفکراشون بکنن. سیاست مدار کسی است که بالاخره در بدترین شرایط هم بتونه راهی رو برای پیشرفت کشور باز بکنه. خود جبهه اصلاحات یه طیفه، اصلاحات که یک حزب نیست که. اگرم یه حزب فرضش بکنیم، این شما مثلا مثالش از زندش از امریکا میتونیم بگیم، شما میتونست در امریکا برسن به سندرز، میتونستن برسن به خانم هریس، میتونستن برسن به بایدن. بالاخره یک فعل انفعالاتی در درون حزب دموکرات و اردوگاه حزب دموکرات در امریکا اتفاق افتاده، سندرز چپ تا بایدن راست. ما الان جبهه اصلاحات که داریم میگیم، ما الان عرض کنم حضورتون که از آقای کرباسچی داریم تا آقای عباس عبدی، آقای کرباسچی داریم تا آقای تایزاده، آقای موسوی لاری داریم تا مثلا آقای سعید حجاریان. ببینید خود اصلاح طلبان الان طیفن، یک تفکر که نیست، یک گروه که نیست. شما الان میبینید کاندیداتون الان میتونه از آقای مثلا جهانگیری و ظریف و ارزم بی‌طرف و نمیدونم زنگنه و اینا شروع کنید، انتهاش هم میرسید این ور به انتهای سمت راستش هم میشید برسید به عارف. حداقل 10 تا 15 تا کاندیداست. حالا اینا چند تاشون ثبت نام میکنن، چند تاشون شورای نگهبان اونا رو تایید میکنه، کدومشون رأی‌آوریشون بیشتره، این میشه مثلا خود این یه نوع ائتلاف درون جبهه. یعنی الان ما رو هر کدوم از اینا بخوایم بریم، کاندید حد اکثری همه نیستن اینا، خود اینا کاندیدای در واقع ائتلافی درون جبهه هستن. حالا یه وقت شما ممکنه که برسید به نقطه‌ای که تو در عرصه واقعی اصلا امکانه اینکه کاندید ائتلافی در درون جبهه نداشته باشید، برید با جبهه مثلا میانی اصولگرا هم برید به ائتلاف برسید. الان چنین چیزی الان مطرح نیست در عرصه سیاسی ما، چون در جبهه میانی اصولگرایان آقای ناطق که نمیاد. نه اگه آقای ناطق میومد میدون ممکن بود خیلی علاقمند باشن با آقای ناطق کار بکنن از بچهای اصلاح طلب، ولی مثلا وقتی میره نوبت آقای لاریجانی میشه، خب آقای لاریجانی سابقه همکاریش با اصلاح طلبان طوری نیست که اصلاح طلبان خیلی علاقه ای به همکاری با آقای لاریجانی داشته باشن، زمینی که پایگاه رأیش هم الان خیلی قوی ارزیابی نمیشه. ببینید پس در سیاست ما سیاست مداران اصلاح طلب رو باید توصیه کنیم به واقع گرایی، روشن فکران اصلاح طلب رو بگیم هر چی دلشون میخواد آرمانهاشون رو طرح بکنن، اون آرمانها میتونه در واقع منجر به تولید فکر، تولید ایده و یک افقهای بازی برای آینده بشه. ولی در سیاست آرمانگرایی خطاست.
ما بالاخره در گذشته یک در این مقاطعی امکاناتی داشتیم که مثال این شعر دیگه گفت که کفاره شراب خوری های بی حساب مخمور در میانه رندان نشستن است. ما اونجایی که باید کمتر می خوردیم زیاد خوردیم، خب یه جایی هم کم میاریم دیگه. بالاخره سیاستمدار حرفه‌ای، حالا اصولگرا اصلاح طلبش کار نداریم، سیاستمدار حرفه‌ای در هیچ مقطعی نباید سیاست رو تعطیل و تمام شد. حتی اگر برسیم به اینکه قراری انتخاباتی رو تحریم بکنیم، مثلا میگم حالا کسی تو جبهه اصلاحات طرفدار نیست، منم طرفدار نیستم، کنش سیاسی نباید تعطیل بشه. حتی اگر تحریم قرار اتفاق بیفته، باید به عنوان یک کنش سیاسی و به عنوان موضوع دراز مدت، تا یه مقطعی به یه دلیلی روی موضوعی ما باید تصمیم بگیریم که مثلا شرکت نه، تصمیم به شرکت نگرفتن در انتخابات هم باید خودش یک کنش سیاسی باشه، که سیاستمدار کنشگری سیاسیشو کنار بذاره که آقا شرایط خوب نیست. خب تو هم مدیر خوب، سیاستمدار خوبی نیستی، شرایط خوب نیست، بله، ولی تو هم سیاستمدار خوبی نیستی که نتونستی زمین بازی رو تحت تاثیر قرار بدی، پایگاه اجتماعی ضعیف بوده، مهم نبوده که تو باشی یا نباشی، اینا هستی که. مگه غیر از این اگر شما یه جناحی داشته باشید که 50-60% مردم ایران به حرف او باشن و رأی او اثرگذار باشه، مگه میتونی یه نظام سیاسی 50% رو لحاظ نکنه؟ بله، وقتی که ما میرسیم مثلا در تهران برسیم به 3000 رأی، خب بود و نبود اون یکیه دیگه، چه فرقی میکنه باشیم یا نباشیم. ما کنشگری سیاسی رو در هیچ مقطعی من شخصا فکر نمیکنم باید تعطیل بشه، همیشه باید در صحنه سیاسی بود. صحنه سیاسی فقط صحنه سیاسی حال نیست، بودن در صحنه سیاسی آینده رو بسیار رقم میزنه. خود ببینید الان دو تا رفتار رو شما، من براتون مثال میزنم، نمیدونم شما بتونید پخش کنید یا نکنید. یکی رفتاره که من نمیخوام بگم کدوم درسته، من میخوام بگم به لحاظ سیاس، از نقطه نظر سیاست ورزی، سیاست ورزی مدیریت کردن قدرته. حالا اینکه شما قدرت رو برای چه هدفی میخوای، میخوای قدرت رو میخوای قدرت شخصی خودتو استحکام ببخشی، میخوای بری دنبال فساد، میخوای بری دنبال ثروت، میخوای بری دنبال سرکوب مخالفانت، یا نه قدرت رو میخوای در جهت اعتلاء مملکت. یعنی قدرت، ثروت، عرضم حضورتون که علم حتی تقوا، اینا همش کارکرد دوگانه داره، هم میتونه بد باشه هم میتونه خوب باشه. لذا از زاویه مدیریت کردن قدرت، حتما سیاست ورزی حکم میکنه که شما کنشگری سیاسی رو تعطیل کنید.